درود بر بینندگان و شنوندگان این برنامه. آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه زرتوش برنامه است از جنبش نزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. در و این برنامه ها در این سلسله برنامه ها کلن ما به هر آن چیزی میپردازیم که به مقوله فرهنگ و زبان و نگاه ایرانی یا زندگی ایرانی میپردازه. این میتونه از باورهای ملی یا باورهای ایرانی ما باشه یا حتی درباره مسائل فرهنگی ما باشه. یکی از مسائلی که در حال حاضر زبان فارسی با اون دست به گریبان هست، وارد شدن بیش از حد واژه‌های بیگانه است. این که ما میگیم واژه‌های بیگانه، با هر نوع واژه‌ای که مهمان یک زبان میشه واژه بیگانه محسوب میشه و خطر از اونجا آغاز میشه که تعداد واژه‌های بیگانه یا مهمان در زبان میزبان به مرور و خزنده انقدر زیاد بشه که بتونه زبان میزبان رو از بین ببره و شکلش رو دگرگون بکنه و دیگه ما دسترسی به واژه‌های اصلی اون زبان رو از دست بدیم. از مسائلی بسیار مهمی که درباره هر زبان وجود داره اینه که زبان بخشی از جام فرهنگی یک جامعه است. اگر فرهنگی جامعه رو به صورت یک جام در نظر بگیریم که توش عناصر یا بنمایه‌های گوناگون قرار میگیره که اون فرهنگ رو تشکیل میده، زبان یکی از اصلی ترین هاشه، همان گونه که رسوم یا آداب و زندگی مردم اون جامعه یک قسمت مهم از فرهنگ، همان گونه که جشن‌ها و سمی که ما در اون جامعه داریم یک بخش مهم از فرهنگه، افسانه ها و اسطوره ها و داستان هایی که داریم یک قسمت دیگه از فرهنگه. بنابراین زبان و خط هم از عناصر اصلی یک فرهنگ هستن که نباید تهدید بشه. من مهمان امروز برنامه‌ام که در همین باره در واقع سرگویی و سرنویسی و پالایش زبان فارسی می‌خوام با هم گفتگو بکنیم، خانم دکتر الیکا بقایی هستن که در پیش از این هم با من در برنامه فرهنگ ایران شهری کما بیش بودن و ما از حضورشون استفاده می‌کردیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی و پس از مدت‌های طولانی که نبودید خوش آمدید. درود بر شما آرتمیس گرامی و سپاسگزارم. منم خیلی خوشحالم که میتونم در برنامه‌های فرهنگی شما، برنامه‌هایی که واقعا به بازسازی هویت و شکوفایی اون کمک میکنه و شما زحمتش رو میکشین، شرکت کنم و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم با هم. سپاسگزارم ازتون. آرتمیس جان، من می‌خواستم چون به بحث ما مربوط میشه یک شاد باش بگم به خاطر بازی‌های فوتبال تیم ملی ایران در جام جهانی، به خاطر اینکه بازی خیلی خوبی رو ارائه دادن، ولی چیزی که این وسط برای امثال ما که علاقمند زبان هستیم و فرهنگ جالب بود، اون تشویق و همدلی بود که مردم همزبان ما در افغانستان و تاجیکستان نسبت به تیم ملی ایران داشتن و این نشون میده که ما علارغم مرزهای سیاسی، علارغم حتی کدورت‌هایی که ممکنه در جریان باشین شما و دوستان، مثلا در حال حاضر با کشور تاجیکستان پیش اومده، ولی همچنان زبان چنانچه گفتین به عنوان یک عنصر مهم فرهنگی باعث پیوند و همدلی‌های ما شده، جوری که همه میگن برای بازی‌های ایران مردم تاجیکستان و افغانستان بسیار پرشور به خیابون‌ها، قهوه‌خونه‌ها یا هر جای دیگه می‌ریزن تا مردم ایران بازیکنان تیم ملی رو تشویق کنن و این خیلی جای افتخار داره. درسته، همینطوره. برای اینکه در حوزه بزرگی فرهنگ و در واقع هویت ایرانی، هرچند که الان مرزهای سیاسی متفاوتی قرار داره، ولی کشورها همه با یک ریشه فرهنگی و یک ریشه نیاکانی، در واقع یک ریشه یگانگی حتی نیاکانی ما در اینجا زندگی میکنیم و در نتیجه همه به نوعی عموزاده های همدیگه هستیم و این خیلی مهمه که ما بتونیم این حوزه بزرگ فرهنگ و تمدن ایران رو نگه داریم و حتی نیرومندترش هم بکنیم. خب حالا
خانم دکتر، من زبان میدونم که زبان فارسی، یعنی همه ما میدونیم زبان فارسی زبان بسیار پویایی است، بسیار پیشرفته است و از دید زبانشناسی تاریخی شاید بشه گفت پیشرفته ترین زبان کنونی جهانه و این از اونجاست که زبان با بنمایه فرهنگ همواره آمده و فرهنگی که پویاست زبانش هم پویا و هم سنگ و هم ساز با خودش میاد جلو. زبان فارسی امروزی هم ما میدونیم یک ساختاری داره که حتی با بسیاری دیگر از زبانهای جهان همروزگار نیست. به سخن دیگه میتونیم بگیم که از اون جایی که کاربردهای سرشتین و بنیادینی که در به اصطلاح روزگارها و ساختارهایی که زبان فارسی رو پشت خودش داشته دیر پاست و یک زمان طولانی گذشته که زبان فارسی از اینها عبور کرده و به ما رسیده، میتونیم بگیم که این زبان زبانی است که میتونیم بگیم حتی خیلی باستانی است، برخلاف بسیاری از زبانهای دیگه که میتونه نوتر باشه. بنابراین زبانی که از گزند سالها به ما حفظ شده، نگهداری شده و رسیده، احتمالاً اونقدر نیرومند هست که بتونه با همه ورود واژه‌های نوین، واژه‌های دنیای مدرن و هر اون چیزی که به اصطلاح اختراعات جدیده، کشفیات جدیده که ساخته میشه و مرتب به فرهنگ ما وارد میشه، میتونه خودش رو هماهنگ بکنه و میتونه براش واژه داشته باشه. حالا شما در این باره چی فکر میکنید درباره این زبان و نیرومندی هایی که داره؟ من صدای منو داریم؟ بله، آرزوی جان صدای من هستش. همونجور که خودتونم گفتین، زبان فارسی تاریخ پر بسامدی رو در یک دوران بسیار طولانی پشت سر گذاشته. خب ما میدونیم که در زمان گویشوری زبان فارسی باستان در زمان هخامنشی ها، این زبان رسمی نبود، یعنی در تمام کشور زبان اداری و رسمی زبان دیگری بود به نام آرامی، در حالی که این زبان در یک منطقه کوچیکی و در واقع نه در حتی در همه ایران صحبت می شد. خب چه چیزی باعث میشه تا این زبان گسترش پیدا بکنه و بین اون همه زبانهایی که گویشورهای خودش رو داشتن یا میتونستن در رقابت زبانی در منطقه پیروز باشن، این زبان جایگاه خودش رو پیدا کردش تا امروز که به ما میرسه؟ یکی از چیزهایی که ما میتونیم بگیم این هستش که گویشورهای این زبان چه کسانی بودن؟ خب گویشورهای این زبان در ابتدا شاید بیشتر در میان درباری ها بودن، شاید در شاهان هخامنشی میدونیم که به زبان فارسی باستان صحبت میکردن، ولی این زبان بیشک قابل فهم برای عموم مردم در منطقه بود. زبانی بودش که وقتی کتیبه ها رو به اون می نوشتند، اون کسانی که اون کتیبه رو می خوندن براشون قابل خوانش هم بود. پس مردم اون زبان رو می دونستن. و بعدها زمانی که ما میان به دوره میانه می رسیم، می بینیم که تولیدات این زبان بسیار زیادن، یعنی کتاب هایی که به زبان فارسی میانه تولید می شدن خیلی زیاد بودن. یکی از دلایل بقای یک زبان همیشه تولیدات اون هستش. من میخوام حالا بیام به امروز نگاه بکنم. شما در کشوری مثل تاجیکستان میبینید که زبان فارسی خیلی رقابت پای و پایی داره با زبان مثلا روسی. یکی از دلایل اصلی که برای اون من میتونم ذکر بکنم این هستش که تولیدات به زبان فارسی در این کشور بسیار کم شده، یعنی آموزش به جز خود در رشته‌های زبان عموما با زبان روسی انجام میشه. یکی از دلایل ضعف زبان فارسی است. ترجمه ها بسیار کم هستش. بیشتر کتاب هایی رو که میخوان استفاده بکنن باید ارجاع بدن به کتاب هایی که روسی هستش و در نتیجه نسل جوان، نسل تحصیل کرده که در واقع بقای یک زبان رو تضمین میکنه، زبان اولش میشه زبان روسی. خب فکر کنین که یک زبان بخواد فقط در حد کوچه بازار باشه، مسلما آسیب پذیرتر خواهد بود. اما
نکته‌ای که باید به اون توجه کرد همسایگی کشورهای فارسی زبانه. خب تاجیکستان کمی از دست کم از ایران که دارای تولیدات زیاده به زبان فارسی هستش دور افتاده، یعنی هم مرز مشترک نداره، ولی با افغانستان مرز مشترک دارن. ولی متاسفانه به خاطر اینکه حتما شما میدونین که با خط متفاوتی به غیر از خط فارسی اونها رو مینویسن، پس برای خیلی از جمعیت تاجیکستان اون خط قابل خوانش نیستش، خط فارسی قابل خوانش نیست. خب پس در نتیجه برای اینکه بخوایم زبان فارسی رو قدرتمند کنیم، ما نیاز به گویشورانی داریم که بتونن زبان فارسی رو بخونن و بتونن تولیداتی رو داشته باشن به زبان فارسی. یکی از چیزهایی که خب به نظر من در سه کشور یا حتی در بین رسانه ها داره ضربه میزنه، حالا نه رسانه مثلا برنامه های مثل شما که بسیار خوب میپردازیم به این هم زبانانمون، ولی در خیلی جاها سعی میکنن که جدایی بندازن بین زبان فارسی یا حتی بخش های جداگانه رو بذارن برای بخش تاجیکی، بخش دری و بخش فارسی. فکر کنین که ما بیان و جمعیت فارسی زبانان رو بشکنیم و سه کشور با سه زبان متفاوت داشته باشیم، و جالب اینه که خیلی از مردم افغانستان، خیلی نه بخشی از مردم افغانستان و بخشی از مردم تاجیکستان خواهان چنین جدایی هستن. چه چیزی میتونه باعث زبانی باعث بقای زبانی بشه که گویشور اون کم هستش و فقط در یک کشور داره صحبت میشه؟ تقریبا هیچی. پس ما باید سعی بکنیم تا تولیداتی داشته باشیم که قابل فهم برای هر سه کشورمون بشه، یعنی علاوه بر تولیدات باید قابل فهم باشه، یعنی کسی که مثلا خبرهای رو میخونه در تاجیکستان یا در افغانستان باید بفهمه که یک کسی که داره، یک گوینده‌ای که داره زبان فارسی رو با مثلا لهجه تهران صحبت میکنه چه چیزی رو میگه. شما نگاه کنید چقدر واژگانی رو ما داریم وارد زبانمون میکنیم. آرتمیس جان حتما شما در این برنامه، میدونم که حتی خودمون پیشتر این بحثا رو داشتیم، چقدر واژگانی رو وارد زبان میکنیم که غیر معمول هستش، یعنی شاید برای خیلی از مردم داخل ایران هم به یک بار تازگی داشته باشه و اونها رو دچار یک شوک کنن که این واژه یعنی چی. خب حالا به ویژه این واژه هایی که از طریق فناوری که به سرعت هم داره میاد و وارد زبان میشه، چقدر این واژه ها دارن جا باز میکنن در زبان دیرپای در واقع پر از قابلیت های گسترش پیدا کردن و پویای زبان فارسی. یعنی ما میایم و به جای یک واژه قابل فهم یک واژه هایی رو میگیریم که قابل فهم نیست و جدیده و حتی وام واژگانی رو بدون اینکه اونها رو لباس فارسی به تنشون بکنیم میایم وارد زبان فارسی میکنیم و انتظار داریم که مردم همه جا این رو بفهمن. چقدر میتونه زبان رو ضعیف بکنه. از طرف دیگه یکی از چیزهایی که به نظر من میتونه به این زبان فارسی آسیب بزنه این هستش که ما واژه سازی میکنیم و سعی میکنیم اونها رو فارسی بسازیم، ولی همونطور که پیش از برنامه به شما گفتم این واژه سازی های ما فقط گاهی حتی میتونه بگم تهران محوره، یعنی حتی ما به واژگان ناب و اصیل و رایج در نقاط گوناگون کشور خودمون نگاه نمی کنیم. اگر واژه‌ای رو داریم و میتونه استفاده بشه یا حتی در متون خودمون استفاده شده، بیایم و این واژه رو استفاده کنیم. چرا ما باید واژگانی رو بسازیم که اصلا هیچ زیبا نیست و به دل نمیشینه در زبان فارسی؟ چون باید بیایم و یک نوع برخورد بد یا یک واکنش بد نسبت به ایجاد بکنیم با گذاشتن یک واژه ناشایست در زبانمون که یک واژه مناسب و فارسی رو در کشور افغانستان و تاجیکستان برای اون به کار میبرن.
مثال میخوام دکتر بقایی به عنوان مثال، اگر که ما خود شاهنامه فردوسی زبان فارسی داره که همه ما اگر شاهنامه رو بخونیم میفهمیم، یعنی نه واژه هایی بخوایم بگیم اوستایی یا پهلوی یا واژه هایی داره که ممکنه بسیاری از مردم ما با اگر با دانشش آگاه نباشن، زبان شناسی ندونن، ریشه ها رو ندونن، نتونن بخونن، و نه واژه هایی داره که مهجور باشن، دور افتاده باشن یا به گوش آشنا نباشن. اگر ما خود شاهنامه رو بگیریم و از توش واژه هایی که امروزه متاسفانه بسیاری از اینا جایگزین شده، بیشتر با عربی و کمتر خب با واژه‌های ترکی یا مغولی یا واژه‌های به اصطلاح انگلیسی یا بالاخره واژه‌هایی که داره با فناوری از جاهای دیگه خیلی مخلوط میشه و بی خودی هم داره استفاده میشه، ما خیلی از اینا میتونیم جایگزین کنیم و همه به گوش هم آشناست، هم طبیعیه، یعنی واژه‌هایی است که ما میتونیم توی کوچه و بازار استفاده کنیم و مردم هم اونا رو کاملا میفهمن، متوجه میشن که ما داریم چی میگیم. همینا رو اگه ما بیاریم جایگزین بکنیم، کمک بسیار بزرگی کردیم به پالایش زبان فارسی که همین الان داره استفاده میشه در ایران. درسته؟ کاملا آرتمیس جان، ما یکی از واژگان زیبایی که من خیلی خوشم میومد و از ادبیاتمون گرفته، نام ماشین ملی بودش که ساخته شد در ایران، پیکان. چقدر ما این واژه رو قشنگ انتخاب کردیم و چقدر زیباست وقتی که ما میتونیم چنین واژه‌ای رو بیاین و جا بندازیم که بسیار به قول تاجگان میزیبه برای زبانمون. چقدر حیفه که ما بیایم مثلا واژه های دیراشنا یا گوشخراش حتی میتونم بگم برای خیلی واژگان بسازیم. شما نگاه کنید، ما در همین بازی های فوتبال یکی از چیزهایی که جالب بود مقایسه بود که بین مجری های تلویزیون ایران و مجری های تلویزیون تاجیکستان کرده بودن. شما نگاه کنید، ما واژه‌ای رو مثلا داریم مثل پاس دادن در و خیلی هم رایج هستش، در حالی که در تاجیکستان این واژه خیلی جالب به شکل پرتافت استفاده میشه، یعنی ما از پرتاب کردن یه واژه رو ساختن مثل پرتافت. یا واژگان مثلا این واژه‌ای که خیلی در واقع تاجیکان رو عصبانی کرده بود که چرا وقتی ما داریم از واژه ما استفاده نمی‌کنیم، واژه چرخبال که معادل بالگرد رو برای اون ساختن، وقتی که ما داریم چرخبال رو استفاده می‌کنیم چه دلیلی داره که یعنی در بین فارسی زبان‌ها داره استفاده میشه، چه دلیلی داره اون واژه رو استفاده نکنیم و باعث نشیم تا چنین واژه جا بیفته. دو تا نام برای یک حالا وسیله هرچی که هست نیازی نیست، وقتی که یک وسیله وارد میشه، ما انقدر وسایل جدید داره هر روز در جهان تولید میشه و وارد میشه به زبانهای مختلف که اگر ما خیلی زرنگیم برای همه این چیزهایی که داره ساخته میشه سریعتر تلاش بکنیم که واژه بسازیم، نه برای چیزهایی که بالاخره یک واژه براش هست. مثلا من یادم میاد که موقعی که این واژه فکس اومدن جایگزین بکنن، نمیدونم شما یادتون هست یا نه، دو تا سه تا واژه اومده بودن برای فکس گذاشته بودن، در هر اداره میرفتی یکی از اینها رو استفاده میکردن. خب در حالی که شما یه دونه برای همین بذارید و برای وسیله بعدی که داره میاد به همون زودی که اون وارد میشه به یک زبان، همون هنگام بسازید براش یک واژه. نمونه ای که ما میتونیم استفاده بکنیم به عنوان این که چه اندازه زبان فارسی به خاطر داشتن پسوند و پیشوند در توانایی‌های زیادی داره و واقعا چقدر این زبان نرمش داره و چقدر میتونه خودشو با همه واژه هایی که میتونن وارد این زبان بشن تطبیق بده، واژه دست رو شما ببینید، ما چه اندازه واژه داریم با یک کلمه دست. این واژه دست، فرادست، فرودست، زیردست، بالادست، زبردست، پایین دست، تستاویز، یا دستمایه، یا دستبند، یا دستگیره. شما ببینید با یک واژه دست ما چه اندازه میتونیم یک دامنه گسترده از واژه هایی رو بسازیم که میتونه به جای حتی واژه های عربی که همین اکنون وجود داره برای هر کدوم از اینها، مثلا ما به جایی که بگیم فرض کنید نمیدونم
حقیر میتونیم بگیم فرومایه مثلا، اینا هست الان در زبان. به جای حداقل ما میتونیم بگیم دست کم. هیچ کار دشواری نیست اگر ما بخوایم همین زبانی که در همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم تو کوچه و بازار مردم باش گفتگو میکنن و میتونیم چه اندازه بدون حتی واژه‌های مهمان و واژه‌های بیگانش، همین واژه‌هایی که وجود داره رو ما استفاده بکنیم، زبان یک مرتبه یک پالایش خیلی شگفت‌انگیزی پیدا میکنه، به شرط اینکه تک تک مردم ایران خودشون رو واقعا جزء خویشتن‌کاریشون بدونن که ما بیایم فارسی گویی کنیم. و یک نکته دیگه هم که من فکر میکنم خانم دکتر بقایی واقعا مهمه که مردم بدونن، ما در قسمت‌های گوناگون ایران واژه‌هایی داریم که میشه گفت فراموش شده است برای اکثر ما، ولی واژه‌هایی است که در هر نقطه از ایران داره استفاده میشه و واژه‌ها بسیار بسیار قدیمی هستند. بعضی از واژه‌ها حتی چند هزار ساله هستند و در به صورت بومی دارن استفاده میشن دیگه، در حالی که اگر یک سازمانی یا یک عده‌ای واقعا این خویشتن‌کاری رو داشته باشن که بیان برن این واژه‌ها رو جمع‌آوری بکنن از قسمت‌های مختلف ایران، واژه‌هایی که همین الان در خیلی از شهرها و شهرستان‌های ایران داره استفاده میشه که اتفاقا خیلی از اینا داره در افغانستان، تاجیکستان، نمیدونم گرجستان، در خیلی از قسمت‌هایی که نزدیک هستن هنوز به ایران و هنوز زبان رو دارن تا حدود بسیار زیادی، همینا رو جمع بکنن و نگهبانی بکنن، خودش یک بخش بزرگی از نگهداری زبان فارسی رو انجام دادن. ما اگر که اجازه بدیم میریم یک میان برنامه میبینیم، باز میگردیم، ادامه این جستار رو با شما خواهیم داشت. خب بینندگان گرامی، بازگشتیم. ما امروز داریم درباره سرگویی و پالایش زبان فارسی از واژه‌های بیگانه، نه تنها با واژه‌های جدید درست کردن یا ساختن، بلکه با استفاده از همین واژه‌هایی که ما به صورت تاریخی حداقل میتونیم بگیم یه قدمت هزار ساله رو از شاهنامه رو ما اگر در نظر بگیریم میتونیم تمام واژه‌های فارسی رو استفاده کنیم و امروزه دوباره اونها رو رواج بدیم. داشتیم در این باره گفتگو می‌کردیم که خب یکی از خرده‌هایی که ممکنه به سرگرایی گرفته میشه اینه که برای مردم کوچه و بازار، مردمی که با واژگان سر آشنایی ندارن، گفتار و نوشتن یک کمی دشواره و شاید زمان ببره که مردم بتونن یک سری از واژگان جدید رو یاد بگیرن و جایگزین کنن با واژگان بیگانه‌ای که در این زبان وجود داشته. من اینجا می‌خوام از خانم دکتر بقایی که مهمان برنامه هستن این پرسش رو بکنم که بگیم که خب ما میدونیم که باید بکوشیم با گفتار و نوشتار ساده و زیبا و شیوا مردم رو به سوی سرگرایی بکشیم، ولی بزرگترین آسیبی که به سرگرایی در واقع وارد میشه اینه که گفتار و نوشتار ناشیوا، نارسا و پر از واژگان ناآشنا بشه که با آهنگ سخن همخونی نداشته باشه یا دلسردی و دلزدگی با خودش بیاره و موجب بشه که مردم کمتر تمایل پیدا کنن یا کمتر گرایش داشته باشن که این زبان رو سره کنن. حالا شما این دایره رو در کجا میبینید؟ به نظر شما این گستره‌ای که سرگویی باید در زبان پیدا بکنه، هرچند که من میدونم خیلی هنوز ما راه داریم تا حالا به اون اندازه برسه زبانمون، سرگوییمون اون اندازه بشه که مردم ناآشنا بشن با خیلی از واژه‌ها، ولی به نظر شما کلا تا چه اندازه‌ای باید این واژه‌ها پالایش بشن؟ خب آرتمیس جان، وقتی که ما میخوام به در واقع وام واژگان زبانی نگاه بکنیم، باید یه چیز در نظر داشته باشیم که این اتفاقی نیستش که فقط شامل حال زبان فارسی باشه و فقط عامل مضری برای زبان نیست. یعنی ما خیلی اوقات در طول تاریخ نشستیم زبان رو زیباتر کنیم، غنی‌تر کنیم از طریق وام واژگان. یعنی ما حتی زمانی که میخوایم صحبت بکنیم سعی میکنیم مثلا دو تا واژه مشابه رو همزمان به کار نبریم و گاهی اوقات از واژه معادل اگر باشه در زبان فارسی استفاده بکنیم، اگر نه حالا اولین زبان مشابهش مثلا زبان عربی شده کار ببریم. این همیشه در طول تاریخ بد نبوده. یعنی ما نگاه میکنیم و میبینیم که
ما واژگان را خب به صورت اندیشه نگارها در زبان فارسی باستان داشتیم، بعداً به شکل حوزوارش ها در زبان فارسی میانه داشتیم. حالا به صرف اینکه من میتونم بگم که باور شخصی خودم این هستش که این حوزوارش ها به همون شکلی که نوشته میشدن در زبان خوانده هم میشدن، یعنی به همون شکل آرامی خودشون، ولی خب باور بر این هستش که اونها تنها به شکل آرامی نوشته می شدن و در زمان خانه شکل فارسی اونها خونده می شد. حالا با دلایلی که اگر وقت بود می تونم بگم که چرا، ولی این همیشه چیز مضر نبوده و واژگان با واژه همیشه وارد زبان می شدن. ما در تاریخ ادبیات خودمون با واژگان رو می بینیم، ما در اشعار حافظ، در متون و ادبیات کلاسیکمون واژگان رو داریم، ولی این خط و مرز در جایی کشیده میشه که ما نگاه میکنیم آیا این وام واژگان دارن میان و جای یک واژه خودی رو میگیرند، یا دارن میان و کمک میکنن تا یک واژه یا یک معنا برای ما قابل فهمتر بشه در صورتی که اون واژه مشابهش وجود نداره. خیلی مثلا برای نمونه حافظ رو، ما اون دیوان حافظ رو مثلا باز میکنیم و میبینیم خیلی واژگان عربی داره، ولی من فکر میکنم هیچ کس بتونه به توانایی بیان و قدرت بیان زبان فارسی شاعری مثل حافظ شیرازی ما ایرادی بگیره. یعنی بیشک زبانی که در حافظ و کسانی که اشعارش رو میخوندن و مردم اون دوره صحبت میکردن باهاش، زبانی بوده شاید پر از واژگان، ولی پر از واژگان زیبا و اصیل فارسی. یعنی یک خطی وجود داشت که اگر که لازم نبود تا شما از وام‌واژه‌ای استفاده بکنید، حتی به شکل برای زیبایی، اون وام‌واژه رو به کار نمی بردن و واژه فارسیش رو می ساختن. شما نگاه بکنید، ما پیوندی داریم و ادعایی داریم بر اینکه زبان فارسی با کشورهای زیادی در ارتباط بوده، حالا جدا از تاجیکستان و افغانستان که فقط فارسی صحبت زبانشون فارسی هستش، ما کشورهایی داریم که واژگان فارسی هنوز هم در اونها وجود داره. شما نگاه بکنیم که تا چند سال پیش حتی زبان ترکی در ترکیه مملو از واژگان فارسی بود و این واژگان خیلی جالبه، یا میتونم بگم 80%شون واژگانی بودن که نام فارسی داشتن، لباس فارسی داشتن، ولی ریشه عربی. و جالبه که با معنایی که در زبان عربی داره وارد زبان ترکی نشدن، بلکه معنایی رو گرفتن که در زبان فارسی پیدا کردن و بعد رفتن وارد زبان ترکی شدند. زبان اردو به همین شکل، یعنی ما اون ساختار پیچیده عربی رو در حالا زبان فارسی هم پیچیده هست، ولی ساختار دستوری یا معنایی حتی واژگان عربی رو در واژگانی که مثلا در زبان اردو امروز میبینیم، در واژگانی که به نام زبان فارسی امروز هست و برای همین نام زبان فارسی رو داره، در زبان اردو نمیبینیم. ما خبرهای اردو رو میخونیم و دستور یعنی یک عرب زبان شاید احساس بکنه شبیه یا ریشه اون زبان رو بفهمه، ولی یک فارسی زبان شاید 50 یا 60% زبان اردو رو بفهمه. چرا؟ چون که اون واژه‌ای که ریشه عربی داشته لباس فارسی در طول سالها به تن کرده. پس ما نباید واژگان رو زیاد پالایش بکنیم، ولی در این حال باید دقت بکنیم ما چه واژه‌ای رو امروز داریم می‌سازیم. یعنی ما با اون دستور تاریخی زبانمون، با اون همونطور که خودتون هم گفتیم پسفندها، پیشفندها که خیلی هاشون داره متاسفانه از بین هم میره به خاطر ناتوانی زبانی که امروز داریم، بیایم و واژگان رو انقدر زیبا بسازیم و به کار ببریم و نذاریم تا از بین برن که نیاز به کاربرد واژگان جدید ساخته عربی نباشه، واژه‌ای که مثلا انگلیسی هستش نباشه،
هرچند این ایراد رو باید به خیلی از تولید کنندگان محصولات گرفت و به خیلی از کسانی گرفتش که میان و زبان انگلیسی رو زبان دوم مردم فرض میکنن. ما خیلی اوقات محصولات، یعنی به نظر من تمام چیزها، تا جایی که من یادم میاد تمام محصولاتی که ما در ایران تولید میکنیم همیشه یک دستورالعمل انگلیسی دارن. مگه مردم ایران زبان انگلیسی زبان دومشونه؟ یا آیا اینقدر توریست میاد و محصولات ایرانی رو استفاده میکنه که شما مثلا برای یک پلو پزی که استفاده میکنی حتما نیاز داریم که دستورالعمل انگلیسی براش بنویسی؟ آیا اینقدر میان توریست ها و به سینما میرن که ما حتما باید واژه خروج و اگزیت هم بنویسیم؟ چرا ما میان و ارزش گذاریم؟ دکتر بقایی، برای اینکه من خودم شخصا یک وسیله برقی از ژاپن خریدم و هنگامی که این وسیله اومد و به من رسید با پست، این به خاطر که از ژاپن خریدار شده بود و از ژاپن وارد امریکا شد، شما باور نمی‌کنید این وسیله یک کلمه توضیح به زبان انگلیسی نداشت. یعنی کل این کاتالوگو که من باز کردم تمام نوشته ها ژاپنی بود، صفحه اول صفحه دوم، حتی کنار عکساش که مثلا انداخته بود. و من این برام این همون زمان این فکر من اومد که بسیار کار درستی است، حتی در ژاپنی که جز هفت قدرت برتر اقتصادی جهان، همه ما میدونیم جز کشورهای جهان اوله، همه ما میدونیم میلیون ها توریست خارجی در سال وارد اون کشور میشه و البته کشور بسیار توریست فرندلی هم هست، یعنی آشنایی مردم دارن با یعنی اون ساین ها یا علائم رو همه رو به انگلیسی نوشتن برای میلیون ها توریستی که در سال وارد ژاپن میشه، اما میزان دانش انگلیسی مردم ژاپن بسیار بسیار کمه و حتی تمام محصولاتی که در ژاپن تولید میشه غیر از اونهایی که فقط برای صادرات داره صادر میشه هیچ نوع واژه بیگانه یا نوشتاری به زبان دیگه، حالا انگلیسی فرانسه فرقی نمیکنه، به هیچ زبانی در ژاپن شما تولیدات خودشون رو در کوچه و خیابان‌های ژاپن که می‌خرید نمی‌بینید که برگه‌ها یا دفترچه‌ها یا دستورالعمل‌های به اصطلاح برای زبان‌های دیگه‌ای داشته باشه در خود کشور ژاپن. فقط اون قسمت شاخه‌های تجاری، اتومبیل‌هایی که صادر می‌کنن یا ربات یا کامپیوتر یا وسایل دیگه شما می‌بینید اون کاتالوگ. این نکته که شما گفتید نکته بسیار جالبی است و جالب‌تر از اون زبان ژاپنی که شاید خیلی خیلی توانایی هاش از زبان فارسی کمتره، تمام زبان دانشیک یا زبان ساینتیفیک یا زبان علمیش به واژه ها به زبان ژاپنی برگشته. در کشور ژاپن شما هنگامی که دارید یک عمل جراحی رو نگاه میکنید، خود افراد دکترهایی که سر اون اتاق عمل وایستادن اصلا با هم صحبت بکنن شما یک کلمه‌شو نمی‌فهمید، با اینکه من مثلا خودم یک هلت پروفشنالم، من کسیم که در به اصطلاح علوم طبیعی یا به اصطلاح مدیکال پزشکی درس خوندم، ولی وقتی که در برنامه‌های ژاپنی نگاه می‌کنم من یک کلمه حرف اون دکترها رو نمی‌فهمم، بلکه یک دونه واژه رو، حتی واژه‌ای که باید اصطلاحات آناتومیک به کار بره تو اتاق عمل شما نمیشنوید با اون واژه، با واژه اصلی دانشیش یا به اصطلاح زبان بین المللی آناتومیش حالا همه میشناسن گویش بکنن. این نکته نشون میده وقتی یک مردمی عزم ملی دارن برای نگهداری یک زبان و اجازه ندن که یک زبان به صورت خاموش، مرگ خاموش و آهسته و خزنده پیدا بکنه، در دنیای امروز که دنیای تکنولوژی هم هست، در این همه قدرت اقتصادی و به اصطلاح نیروی نفوذی که اینها در روی کره زمین دارن، یک کشوری مثلا مثل ژاپن یا حتی یک کشوری مانند چین یا کره، در کشور خودشون این وضعیت حکم فرما نیست که متاسفانه در کشور 70-80 میلیونی ما این متاسفانه مرگ خاموش زبان رو داریم میبینیم به نوعی. خیلی از من متاسفم اینو واقعا میبینم، ولی بسیاری از مادر پدرهای ایرانی نه در خارج از ایران ببینید دارم بهتون چی میگم، نه در خارج از ایران، در درون ایران واژه های انگلیسی دارن هر روز استفاده میکنن تو خونه هاشون. یکی از شاید نشانه های شیک بودن یا مدرن بودن یا امروزی بودن یا خیلی خارجی بودن، من نمیدونم نامشو باید چی بذارم، ولی متاسفم اینو میگم، ولی من اینو در درون ایران میبینم متاسفانه، یا بین دختر پسرهای جوان ایرانی. آرزو میترو، شما حتی این تبلیغات رو میبینید
دارن برای بچه‌ای که هنوز زبان مادریش رو درست حرف نزده فلش کارت تولید میکنن به دو زبان، فارسی و انگلیسی، که اون بچه همزمان دو تا زبان رو یاد بگیره. این یعنی که شما از بچگی دارین تلقین میکنین که تو میتونی این واژه یا این واژه رو به کار ببری، و تازه به پدر مادر تشویق هم میکنن و خیلی هم خوشحال هستن. این خیلی به قول شما واقعا مرگ خاموش زبان هستش، یعنی ما بدون اینکه بخوایم داریم خودمون نابود کننده زبان خودمون میشیم. حالا چون میدونم وقت برنامه محدود هستش، یه نکته دیگه رو که به ذهنم رسید بگم، یکی در مورد موسیقی ما هستش. یکی از مثالهایی که همیشه میزنن اینه که ما مقصر میدونیم دولت رو، یعنی که حالا جمهوری اسلامی رو پیوند میدیم با اسلام، پیوند میدیم با عرب ها، در حالی که همونطور که گفتم یک چیز غلطی هستش. یعنی ما در طول تاریخ با زبان آرامی که مادر زبان عربی بوده یه پیوندهایی داشتیم، یعنی با واجدان میگرفتیم پیش از اینکه اسلامی مثلا بیاد و جمهوری اسلامی بیاد. خب وقتی که ما میایم و اینجور چیزها رو میبینیم، شما همزمان نگاه بکنید به خوانندگان ما، تولیدات موسیقی و متن آهنگ هایی که تولید می شد در زمان اوائل انقلاب توسط خوانندگان خارج از ایران. فاطمه جان من نمیدونم شما چه حسی داریم، ولی بسیاری از این آهنگ ها به دل ما بیشتر میشینه و زبانشون رو بهتر و دلنشین تر می بینیم تا واژگانی که امروز دارن خواننده ها تولید می کنن. یعنی ما نه تنها زبان ادبی اونها خراب شده و زبان کوچه خیابونی شده به اصطلاح، یعنی ما دیگه اون مثلا یک نفر که داره موسیقی گوش میده خیلی واژگان مثلا به جای اس ای آخر به کار میبرن، این خوبه به جای خوب است مثلا، و این داره کم کم جا میفته که این زنی زبان بیشه برای فارسی زبانان خارج است. یعنی منظورتون گفتگوهای عوامانه است، شما به جای دقیقاً ترانه‌سرایی ادبی بکنید، ترانه‌سرایی عوامانه میکنید، انگار که همه با شما دختر خاله پسر خالتونن. شما اینگونه در هیچ جای دنیا، اینو کاملا درست گفتی الیکو جان، در هیچ جای دنیا شما نمیبینید مردم غریبه که همدیگر رو نمیشناسن حرف زدن غیر فرمال با هم استفاده بکنن. در هیچ جا شما هیچ بقالی، هیچ سبزی فروشی، هیچ نمیدونم قصابی، هیچ، باور کنید هیچ جای جهان شما نمیبینید شما وارد یک فروشگاه بشید فروشنده با مشتری بگه تو، اصلا در هیچ زبانی شما اینو نمیدید. یا حرف زدن مردم در کوچه و خیابون هنگامی که با هم آشنایی ندارن خودمونی باشه. متاسفانه مردم ایران فکر کردن چون در غرب مردم هم دیگر با نام کوچیک صدا میکنن، اینجا مردم کاملا با هم غیر مؤدبانه صحبت میکنن و ما باید دیدیم که همه چی هم الگو برداری های اشتباه. چهار تا فیلم هالیوودی میبینیم فکر میکنیم مردم در آمریکا کنار دریا خوابیدن، همه نشستن و دارن فان دارن، همه تفریح دارن، گردش و تفریح. چهار تا فیلم میبینیم، میبینیم این با اون میگه جک، اون با اون میگه جان، از فردا بقال و چقال و کوچه همه مشتری میاد، خانم برو اونجا اونو ورد. باور کنید من اینو یادم میاد در ایران که من هر وقت میرفتم توی سوپرمارکت یه کسی شروع کرد با من به غیر مؤدبانه صحبت کنم، میگفتم آقا مگه من با شما مناسبتی دارم؟ مگه من با شما آشنایی دارم؟ من یه فروشنده، شما یه فروشنده، من یه خریدار، چرا شما من میگی تو؟ من با شما چه نزدیکی دارم که شما ما اینجوری حرف بزنید؟ چرا انقدر بی ادبین؟ چرا شما اصلا بلد نیستین روابط اجتماعی درست رو؟ و دقیقا این وضعیت که شما داری میگی در ترانه های اکنون ما، تازه حالا اینو که تو خیلی مؤدبانه الان اشاره کردی، من دیدم جملات و کلمات زشت حتی فحشگونه در متن شعرها و ترانه هایی که من اسمشون نمیتونم بگم ترانه، من به نظر من اینا خیلی حزب و حج میان، ولی متاسفانه در خیلی از اشعار من اینا رو میشنوم و مردم جالبه با حرفای زشتی که تو آهنگا هست دارن میرقصن تو مهمونی ها. یعنی ما چقدر ملت بی انگاری شدیم که هیچ نوع توجهی نداریم، داریم چی میگیم، داریم چی میشنویم، موسیقیمون داره کجا میره، حرف زدن روزانمون داره کجا میره، نوشتارمون داره به کجا میره، و به نظر میرسه که با این وضعیت وخیمی که ما داریم با سرعت به طرفش حرکت میکنیم چندی بیشتر نمیمونه
که کل فرهنگ و زبان فارسی رو از دست بدید. حالا شما چی فکر میکنید؟ خب دقیقا برنامه ما هم به همین سمت رفتش که ما بگیم آسیب‌های زبانی چی هستش و مسلما وقتی که ما جلوی این آسیب‌ها رو به موقع خودش نگیریم میتونه تبدیل به یه فاجعه زبانی بشه. همین موسیقی ها، تولیدات موسیقی، باورتون نمیشه من دیگه ترجیح میدم موسیقی های کلاسیکی تاجیکستان رو گاهی اوقات گوش بدم، اونها رو میشناسم، به خاطر اینکه اینقدر سعی میکنن و بهتون بگم آرتمیس جان به قدر زیبا و شکوفا داره میشه این موسیقی در تاجیکستان، به قدر جالب آهنگ شاعران رو استفاده میکنن. ما زبانمون مملو از شاعران یعنی خوشبیان، خوش زبان هستش، برای چی ما نیاییم و همین اشعار رو استفاده بکنیم؟ حتی در موسیقی های شادترمون، یعنی من خیلی اوقات دیدم شعرهای حافظ، شعرهای حتی از شاعران تاجیکستان استفاده میکنن و شعرهای بسیار زیبایی تولید میکنن که هم شاده هم گوشنوازه. وقتی که ما میان و یک موسیقی رو میذاری که نه شما درست میفهمی و فقط یک ریتم دیدین 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 بخواد داشته باشه که شما حتی گوش نمیدین، این خیلی واجه هست. ببینجه به زمانی میرسه که چون من خودم به غیر فارسی زبانان تدریس میکردم اینو دیدم، خیلی اوقات متن رو میذاریم، متن آهنگ، و بهشون میگیم هرچی میشنویم بنویسیم. من میبینم واقعا ما شعر خیلی همین رو داریم که قابلیت تمرین داشته باشه که بهتون خیلی واژگان رو یاد بدیم و بخواهم بگیم زبان ما اینقدر زبان پر از واژگان زیبا، غنی و برآمده از یک فرهنگ غنی هست. اون هم زبان فارسی، زبانی که اصلا گویش آهنگین، گویش ملت ما گویش آهنگین بوده. ما گاتها رو زرتشت به گویش آهنگین سروده در 3000 و چندی پیش. یعنی شما اگه بخواید در نظر بگیرید این ملت برای چی گاتها به گویش آهنگین اومده، برای که این مردم گویش روزمره زندگیشون آهنگونه بوده. یعنی ما گویشمون اینطوری بوده، در نفسش، در نهاد این زبان گویشش آهنگین و زیبا و خوش، یعنی گوشنوازه، یعنی خیلی گویش زیبایی داشتیم و هنوز شما اینو میتونیم ببینیم در تاجیکستان، در افغانستان مردم گویششون، گویش روزمره در کوچه و خیابون خیلی آهنگین تر از ایران کنونی ماست، متاسفانه در الان ماست. جان حتی نسل قدیم شما نگاه بکنید، یه سنتی بودش که خب حالا در خانواده ما وجود داشتش در خیلی از افراد مثلا سن و سال دارتر، اینکه میمدن وقتی یک اتفاق میفته، مثلا یک زادروزی میشد، یک پیوندی میشد، اون اتفاق رو به شعر در میآوردن. حتی مثلا پدر بزرگ خود من یا پدرشون مثلا برای تولدش یه شعر میتونسته بگه، شعر پر از واژگان زیبا، یعنی من میخوندم لذت میبردم و احساس افتخار و غرور میکردم. امروز اگر اسم همه شاعران رو بدونیم یا محل مثلا تولد یا زادگاه اونها یا محل فوتشون رو بدونیم، خیلی هنر کردیم نه یه نسل جوانترمون، چه برسه به اینکه بخوایم شعری رو بخونیم و معنی های اون رو بدونیم. چرا ما اینقدر دور افتادیم؟ چرا ما البته یه چیز رو بگم، در کتاب های ادبیات یا در اون متن‌هایی که ما می‌خونیم خوانش ادبیات کلاسیک خیلی کم شده، یعنی ما عادت کردیم رمان‌هایی رو بخونیم که زبان عوامانه دارن، واژگان تکراری دارن، ما اشعار شاعران نو رو که با حال و هوای اجتماعی امروزمون جورتر در میاد و بیشتر دوست داریم، شعر که می‌سراییم بیشتر حال و هوای شاید سیاسی رو ترجیح بدیم، در حالی که نباید پیوندمون رو بگسلیم با اون چیزی که قبلا داشتیم، شعرهایی که حافظ گفته، شعرهایی که سعدی گفته، شاهنامه، واقعا اینها حتی شاعران خارج از اون، رودکی، بسیار واژگان زیبایی رو به کار میبرن. ما باید جامی و بسیاری از شاعران دیگه‌مون واژگان خیلی خوبی رو داشتن، غنی بودن، شعرهای زیبا میگفتن و
باید آشنایمون و پیوندمون رو با این زیادتر کنیم. خیلی ازتون سپاسگزارم. من این جستار خیلی جستار شیری نیست و جستاری گسترده‌ای هم هست، میشه در قسمت‌های گوناگون زبان گفتگوها کرد. من همیشه از گفتگو با شما خیلی خیلی لذت بردم و خیلی خوشنود هستم که در این برنامه باز با من بودید. امیدوارم که یک زمان دیگه رو باز به ما بدین در یکی از همین جستارهای تخصصی کار خودتون، زبان و ادبیات و زبانشناسی و همه اینها، با هم باز هم گفتگو کنیم. سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار این برنامه گذاشتین و تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار. سپاس از شما. منم خیلی خوشحال شدم در این برنامه بودیم. واقعا لذت بخش بود گفتگو. بدرود. خدا نگهدار.